مولای من، دیدگانم از فراق تو بی فروغ گشتند و می دانیم پیراهن یوسف یادگار ابراهیم نزد توست و ای کاش نسیمی از کوی تو بوی آن پیراهن را به مشام جان ما برساند و ای کاش پیکی پیراهن تو را به ارمغان بیاورد تا نور دیدگان من گردد. ای کاش پیش از مردن یک بار تو را به یک نگاه ببینیم. درازی دوران غیبت فروغ از چشمان من برده است. کی می شود شب و روز تو را ببینیم و چشمان من به دیدار تو روشن گردد. ای عزیز مصر وجود، سراسر جهان را تیر روزی فرا گرفته است. نیازمندیم، محتاجیم و در این حال گناهکار. از ما بگذر و پیمانه جان من را از محبت پر کن. ببند بر سرت عمامه پیامبر را، دوباره زنده بکن اعتبار حیدر را. بیا بگی به شمشیر انتقام علی، سرای بغض و سیلی مادر را. بیا مدینه و روزه بخوان کنار بقی، بخوان که آقای حسینی الان آنتن رو من دارم. الان مگه این 200 تومنه من دیشب اینو گذاشتم اینجا؟ من الان خیلی خراب شد، مگه رفتیم بالا؟ آنتن الان ساعت 9 هم رد کردیم. چرا من نمیگی؟ آقا یه ساعت داریم 10 شما. من گفتم تا این 200 تومنو پیدا نکردیم نریم بالا. حالا ولش کن آقا، یه دقیقه آقا ولش کن، آنتنیم خواهشم، یه رفتیم دیگه. خب بعد 10 شب الان دیگه. حالا آقا من گفتم شما 200 تومن مردم بانی شده بودن پول جایزه دیشب، گفتم اینو پیدا کنیم بعد بریم سراغ برنامه. اولین بار تو استودیو میام؟ نه من گفتم 200 تومن رو پیدا کنیم. این حالا بنده خدا ما الان بنگه نگفتم از بیرون به شما آنتنیم، 200 تومن دیگه مهم نیست. اصلا اول که صدای من قطعه، بعد اصلا شما گفتی که ما تا 200 تومن پیدا نکنیم که رو آنتن نمیریم که. حالا یه چیزی گم شده پیدا میشه، نگران نباش. از اتاق فرما گفتن شروع کنید، تایم نداریم. خب این 200 تومنی رو پیدا میکردیم الان. لایه کم چیز گم میکنیم دنبالش هم نمیگردیم؟ این همه الان تو زندگیمون چیز گم کردیم؟ الان روی آنتن زنده اصلا پسندیده است این حرکت؟ بعد از 10-12 شب زنده؟ آقا این کار ما به کجا کشیده؟ آقا یه میان برنامه بدید آبرمون رفت دیگه، تمام. این خانواده آینه های خداییم، در انتهای جاده انتهاییم. خیلی ملک مقابلشان سجده می کنند، اینها خدا نیند ولیکن خداییم. هر کس که می رسد سر سفره می برند، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریف گداییم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببند بر سرت عمامه پیامبر را، دوباره زنده بکن اعتبار حیدر را. بیا بگی به شمشیر انتقام علی، سزای بغض در و سیلی به مادر را. بیا مدینه و روزه بخوان کنار بقی، بخوان که عشق بریزیم قربت در را. و روزه روزه سری هم به کربلا بزنیم، بخوان تو بوسه خنجر
به روی هنجر را که پای مال جهنم شده بهشت خدا، که پای مال جهنم شده بهشت خدا. نشاندن سپس روی نیزه سر را، تمام دشت بلا را ببار ای باران، ببار قربت این خواهر و برادر را. سپس کنار همین کاروان برو تا شام، سپس کنار همین کاروان برو تا شام، ببین وداع پدر با 3 سال دختر را. السلام ای منتقم، السلام ای عزیز عالم، ای امید عالم، بقیت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان و عرض سلام و ادب و احترام محضر شما بینندگان عزیز، خیلی خوش آمدید. شب عیدتون بخیر و خوشی و مبارکی باشه. چقدر انتظار این لحظه رو میکشیدیم، شبی که برای دل عشاق برابر 1 ساله، شبی که حتی اولیا و انبیا انتظارش رو میکشند. خبر بیاید که خبری در راه است. خیلی خوش آمدیم، ممنونم از اینکه برنامه ما رو دارید میبینید. برم ببینم سید حامد حسینی چه کرد با اون خرابکاری اول برنامه. فکر میکنم یه فاصله خیلی کوتاه بگیریم بلکه بتونم بیارمش دوره توی استودیو. مشت ابرایی ساکن دلهای، پشت ابرای ساکن دلهای، میدونی چه صفایی داره عاشقی وقتی تو لیلای، میدونی چه صفایی داره عاشقی وقتی تو لیلای. از چشمامون میریز نمه بارون، واسط داره میتبه دل مجنون، برگرد آقا بده دلامون و سامون، دیگه چیزی نمیخوام تا تو دلدار منی، تو شبای تنهایی یار منی، آخر از راه میرسی اینو من خوب میدونم، آقا جونم چش به راه میمونم. همه جا بار تو هم، همه جا پای منی، تو انیس قلب شیدای منی، دیگه قصه ندارم تا گرفتار تو هم، بار تو درمون من بیماره. همه جا بار تو هم، همه جا پای منی، تو انیس قلب شیدای منی، دیگه قصه ندارم تا گرفتار تو هم، بار تو درمون من بیمار تو هم. مولا مولا یا ابا صالح. یک سلامم را اگر پاسخ دهی می روم، لذتش را با تمام شهر قسمت می کنم. السلام علیک یا ابا صالح المهدی. جناب آقایان، سرکار خانم ها، سلام. شب عید نیمه شعبانتون مبارک، شبتون به عشق و بهشت و به خیر. خیلی خوش اومدید به ویژه برنامه دخیل. امشب یک شب خیلی خاصه برای همه ما، یعنی این همه شب اومدیم خدمت گذاری کردیم در محضر شما و در محضر حضرت عالی جناب عشق علیه السلام که برسیم به امشب و حسابی امیدواریم بتونیم براش سنگ تموم بذاریم. حالتون چطوره؟ امیدواریم که کیفتون کوک، حالتون خوب، تن و دلتون گرم، پر روزی و راضی باشید در این شب عید کنار خانواده فارغ از غم و غصه انشاءالله. اینقدر خوشگل لبخند به لبات میشینه تو هر شرایطی، اون چه رفتاری کردی الان ما جلو دوربینه ای باید اینجوری مثل آدم های سرشکسته باشیم؟ من از محضر بینندگان جانمون عذرخواهی میکنم. ما یه 200 تومن یه بنده خدایی برای ما فرستاده بود که بدیم به شرکت کننده ای که دیشب برده بود. باشه، روی آنتن زنده. بعد قرار ما این بود که ما تا اینو پیدا نکردیم روی آنتن نریم. ما قول به مردم دادیم، تعهدمون وقت چی؟
تعهد چیم؟ سر یه تایمی بریم بالا. من نمیگم هر شب ساعت 9. خب الان من ذهنم درگیر اون گم شدمه. الان خود شما خود مخ به خدا اصلا ذهنم درگیر گم شدم. منو که درگیر کردیم. مجبور شدم چند تا مصرعم رو بعد دوباره حالا اسخای کردیم رفتیم برگشتیم. الان ما تراول رو پیدا کردیم تو اتاق فرمان. تمام. و الان تازه ذهنم آرام گرفت تونستیم سلام علیک کن. حالا حالت خوبه؟ الان حالم خوبه. اصلا چی شد؟ چی شد؟ فکرت رفت به سمت و سوی جایی یا نه؟ نشستی دوباره فکر کنی به اعمالت؟ من نمیدونم چرا وقتی به اعمال زشتم فکر میکنم. نه زشت نبود، نگران بودی چون امانت بود. پاسخش زیاد به دست نمیارم. میدونم نگران بودی چون امانت بود، ولی یه کمی میشد با روش‌های درست به نتیجه رسید. میخوای بازم فکر کنی؟ بازم فکر کنی. به مردم فاصله میان برنامه بدیم؟ بله، بریم یه میان برنامه ببینیم، مثلا ببینیم ماجرا چی بوده، چه کردیم امشب. بریم برگردیم. ظهور میکنه اونی که عالمو غرق نور میکنه، زمینو پر از حس دوست داشتنی غرور میکنه، قدم میزنه از سرافرده ی دل عبور میکنه، از سرافرده ی دل عبور. هله 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 میاد و قوقایی به پا میکنه، نس قلبمونو طلا میکنه، میاد اون روزی که همه میبینه توی بقی حرم بنا میکنه، میاد اون روزی که همه میبینه توی بقی حرم بنا میکنه. عباساله اینهار میرسه از پس عبرای انتظار میرسه، خزون میره و در حدیث اومده که بهار میرسه، میگن آخرش یه روزی وارث ذوالفقار میرسه، یه روزی وارث ذوالفقار میرسه. قلبمون شاد میکنه، دنیا رو پر از عدل و داد میکنه، میرسه قلبمون شاد میکنه، دنیا رو پر از عدل و داد میکنه، با پرچم یا نصارا تلخصت از کعبه اعلام جهاد میکنه، از کعبه عباس صالح. مردم خوب و ولایی، عاشقان اهل بیت، عیدتون مبارک باشه، اون هم عید نیمه ماه مبارک شعبان، که سلام و درود خدا بر صاحب این شب و روز عزیز و پر از خیر و برکت. و متصلا از خداوند متعال میخواییم که ما رو مورد لطف امامش قرار بده. از مفاد خیلی از زیارات و دعاها برمیاد، ما باید این التماس رو داشته باشیم که خدا تو یه کاری برای ما بندگانت بکن که نگاه رحمت امامت به ما بیفته. من یه کمی صد حامدمون رو دلداری بدم، بنده خدای مقدار غم به دلش نشست، حیفم میاد سید اولاد پیغمبر شب عیدیه غم به دلش باشه. ببین حامد جان، اگر یک موضوع رو از زوایای مختلف بهش نگاه بکنیم، بعضی مواقع خیلی هم بد نیست. چرا؟ چون خروجی های خوبی ازش میشه. این که شما الان بیتابی کردی برای پیدا کردن یک امانت، تلنگری رو به همه ما زد. ما برای یافتن یه مبلغ 200 تومانی که شاید میشد خیلی راحت از درون جیب خودمون جبرانش بکنیم، خیلی هم لطمه‌ای شاید نمیخواد، حالا 200 تومن هم 200 تومن توی این روزگارا، ولی مثلا، ولی یه وقت یه چیزایی خیلی گفتم توی اون بحث اول، توی عصبانیتی که به خاطر اینکه برنامه رو آنتن داشت خراب میشه، گفتم آقا ما چیزایی خیلی مهمی هم گم میکنیم دنبالش نمیگردیم. همینه. خدا رحمت کنه بزرگترهای ما رو، یکی از بزرگان اهل دل و عاشق توی دعا به امام زمان اینجوری میگفت که آقا ببخش ما رو، یه مرغ از خونمون گم میشه، در به درش میگردیم، در این خونه در اون خونه، 200 تومنه حاضریم فضای اینجا رو زیر و رو بکنیم، چه بسا اگه یه مقدار دیگه کار بالا میگرفت جفتمون به این نتیجه میرسیم آنتن رو رها بکنیم، فعلا مبلغ امانتی رو پیدا بکنیم.
اما قربونش امام زمان برم، این از قربت و تنهایی حضرته. نمی کنیم همین میزان دنبال آقامون بگردیم. خیلی آمون اهل حرفی از من گرفته که هی میگم دوستت دارم ولی چی کار کردم برای دوست داشتم. همین امشب میتونم یه کاری بکنم، یک قدم به آقا جانم، خودم، بینندگانی که دل به من به برنامه ما، حالا نه من، من که عددی نیستم، سپردن. متوجه شدی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم استفاده بکنم. تو تلنگر زدی به همه ما، دستت هم درد نکنه. زنده باشی. من حالا با کسب اجازه از استاد خواستیم که این بازی رو در ابتدای برنامه داشته باشیم. دقیقاً همین مسئله که تلنگر به خودمون بزنیم، یه گوشمون رو بگیریم. حالا هر کس ارزشش هر چقدر که هست، من با 200,000 تومان ذهنم درگیر میشه، یکی با 5 میلیون تومان، یکی با 100 میلیون تومان. یعنی من در تواناییم هست که 200,000 تومان بگیرم، ولی مثلا 100 میلیونر نمیتونم، میریزم به هم، باید پیداش کنم. یعنی امام عصا علیه السلام بلا تشبیه، بلا فاصله، اصلا دور از این ماجرا، آیا این گم شده ای که ما داریم 200,000 تومان ارزش ندارن؟ قطعاً بیش از این حرف هاست. نمیگم حالا چه میدونم را بیفتیم، پریشون خاطر بشیم، ولی حداقل برای ظهورش در طول روز چند بار دعای فرج رو تأکیدی میخونیم. به قول مادر بزرگان چند بار اینجوری رو پا بزنیم، میگیم العجل العجل العجل. و الهی که تو زندگیامون حضور و ظهور امام زمان علیه السلام نمود پیدا کنه. یه نکته مهم بگم در این شب عیدیه، حضور شما عرض کنم که یه مادری در فصل تابستون توی یکی از صحرای عربستان در یک خیمه، تصور بفرمایید، یه پسر بچه شیطون داره. این پسر بچه شیطون از اون فضای خیمه، از اون فضای سایه اومد روی این ریگای بیابان وسط ظهر تابستون، شروع کرد دویدن. یه ذره که اومد، یه چند ثانیه این ریگا داغ بود، هی شروع کرد یه پا یه پا کردن، آی سوختم. مادر دیگه طاقت نیاورد، بلا فاصله اومد، نمیدونست چی کار کنه، خودش رو اینجوری انداخت زمین، به پسرش گفت بیا بیا بشه رو کمر من که پات نسوزه، تا مثلا پات خنک بشه برات دارم ببرم دیگه، پاپوشی پات کنم. مردمی که این صحنه رو دیدن منقلب شدن. چه مهر عطوفت مادرانه زیبایی، چقدر قشنگ. اونجا حضرت ختمی مرتبت پیامبر عظیم شأن ما، پیامبر مهربانی، فرمودن که محبت امام، به قول معروف این حسی که شما از مادر به فرزند دیدین، امام نسبت به ما صدها برابر مهربان تر از این مادره. چه پدری مهربان تر از امام سراغ داریم که فرمود دیدم در سرداب مقدس کی این کارو میکنه؟ آقا سید بزنه رو پاهاش بگه خدایا از ثواب من بگیر، به شیعیانم اضافه کن، از گناهانشون ببخش، از گناهانشون. این واقعا نماد مهربانی یک امام نیست که ما امشب براش داریم سنگ تموم میذاریم؟ جانم به فدای ما. همه همون تشنه همین مهربانی هستیم و خودش رو میخواییم که بیاد یادمون بده به نوعی که چگونه با انسانها مهربان باشیم. رضا یکی از خصوصیات زمان ظهور اینه که حیوانهای درنده با اون به قول معروف سیدشون همیشه کنار هم خواهند بود. مثلا گرگ و گوسفند به صلح در کنار هم زندگی میکنن. چی میخورن آقا؟ میگه طبیعتشون نیست. اون روزی رسون خداست، اونو نگرانش نباش. مفهوم اینه که همه با صلح. و آخه ببین کمال یک شیء در استفاده درست اون شیء. گوسفند رو خدا خلق کرده قضای خیلی ها باشه، اگر اصلا به این کمال نرسه، یعنی قضای خیلی ها نرسه، به کمال نرسیده. من و شما به عنوان انسان صاحب عقل، حالا اون نطق رو عقل معنا کردن، به جهت عبادت خداوند متعال، اگر عبد الهی نباشیم یعنی به کمال نرسیدیم. اون گوسفند قراره بشه خوراک
مثلا بچه شیعه، اگر به این منظور نرسه به کمال نرسیده، به تبع یه بخشیش رو هم از این حیوان باید برسه به اون یکی درنده. کمال این حیوان اینه که خوراک اون یکی باشه. همطور که ماهی کوچیکه برای بزرگتره، بزرگتره برای مثلا کوسه، کوسه برای نهنگ، همینجوره. خدا هر چیزی رو به اسبابش و دلایلش کارشون رو میندازه. و ولی مفهوم اینه که اینقدر فضا گل و بلبل میشه. من نمیخوام کاسب کارانه به زمان ظهور نگاه بکنیم، ولی چه کنیم دیگه، مجبوریم بعضی موقع این رو بگیم. مشهوره، همه هم هزار بار از خطبا شنیدن، دختر جوان زیبارویی با یکی از طبق از طلا از شرق به غرب میره، احدی بهش نگاه نمیکنه. یک اپسیلونش رو صدامه مردم، چون میدونم این براشون قابل لمسه، یک اپسیلون این فضای دوست داشتنی رو در مسیر کربلا و اربعین میبینی. میبینی همه قربون صدقه هم میرن، غذای به هم دیگه تعارف میکنن. حالا اگر جاهایی هم یه شیطانی ورود میکنه اونا رو خیلی در نظر نگیرن، بعضی هم ایمان قوی ندارن لذا گول میخورن، مثل الان هم که زیاد می. ولی نمادی و نمودی از زمان ظهور میشود مسیر اربعین. همه قربون صدقه هم میرن، ببین خیلی هامون با اعتقاد ناموسمون رو در این مسیر میفرسیم و باور داریم در امان. خیلی ها و خیلی چیزهای دیگه که میبینی دیگه، این میشود یک اپسیلون، یه چیزی چیزکی به قول من از دوران ظهور. خدا وکیلی دوست داشتنی نیست، لذا باید برای این تلاش کرد. بعد اینقدر این تلاش خوبه و خوشمزه است که حال تو رو هم خوب میکنه در طول رسیدنش. بارا گفتم موفقیت نقطه آخر نیست، لذت توی مسیره. اونایی کیف میکنن از شمال رفتن آخر هفته که از جاده چالوسه مثلا میزنه کنار، یه آبی هم دستی به آبی هم میزنه، یه وعده غذا هم. اونی که مستقیم میکوبه بره برسه و اونجا شب میرسه خسته و کوفته میگیره میخوابه، حالا اسمش هم از رفته ویلا، فردا تو کله زور خوابه، بچه هم اسبا دور برگرده. حالا اونی که عشقولانه به قول معروف میره خیلی بیشتر صفا میکنه. و ما هم باید هم هدفمون ظهور باشه و در این مسیر این عبادت ها که به عنوان قضاهای روحانی ما هست، به عنوان اون حلاوتی است که امام میفرمان خدای به من بچشون از این شیرینی های عبادته، اینا رو هم با خودش حمل بکنه. خیلی زیبا. بریم یه بخش رو، مسابقه است، بریم مسابقه شبانمون رو ببینیم برگرد. درود بر شما خانم ها آقایان، هموطنان جان، در هر کجای این کره خاکی هستین، هر کجا که هستین، الهی زیر سایه امیرالمومنین عاقبت هممون ختم به خیر باشه انشالله. خوش آمدین به برنامه دخیل. و امشب که قراره در مورد یک موضوعی صحبت کنیم که فکر میکنم برای شما هم جذاب باشه، و اون هم اینه که اینهایی که کار خیر انجام میدن، تو بوق و کرنا میکنن، دادار دودور میکنن، از شما چه پنوس آقا سید خدا قبول کنه، یه نظری داشتم یه گوسفند زدم زمین، تو رو خدا یه وقت ریا نشه. نه خدا سرشاهده، برای ریاش نمیگم، همینطوری میگم شما تو جریان باشی. پسر بپر برو دنبره برده بیا، یه تیکه هم از رونش بده آقا سید ببره، نوکر شما آقا سید قابل شما رو نداره، خدا قبول کنه، خدا از همه قبول کنه. چقدر با این
داستان ما مواجهیم. بالاخره کم و بیش هستیم دیگه، همین باید بگیم متاسفانه. البته ببین حامد جان، دو تا بخشش بکنیم. الان موضوع اصلا چی شد؟ موضوع انجام دادن کار خیره. در چقدر میتونیم در خفا کار خیر انجام بدیم؟ یواشکی یواشکیه. خودمونش بشه. ببین یه بخشی از معارفمون رو ما دستور داریم علنن کار بکنیم روش، یه بخش رو بله طبعا همون که شما میفرمایی پسندیدهش و دوست داشتنیش اون خفایه و یواشکی است. حالا یه جایی شما باید اعتقادت رو جار بزنی، بیای بیرون، دسته، عزا، سینه زنی، هیئت، طبل، سنج، یعنی یه جا آره. دلار دودونش اصلا پوستیه شده. من یه چیز کلی رو از باورهای قلبی خودم میگم، اسلام یک دینی است که مجموعی از روایات و دستوراته، یک منشور تمام عیاره. همین مکتب آموزه ما میگه نخور، مثلا یه جا میگه حتما بخور، که عید فطر خب، یه جایی میگه که این کار رو انجام نده، یک جایی میگه که حتما انجام بده. لذا مثلا تو صدقه دادن میگه صدقه رو پنهانی بده، و مباشرتا وقتی صدقه رو پنهانی دادی بدون اینکه دیگران بفهمن دستت رو هم ببوس. چرا؟ چون تو آفرین باریکالله، چون مستقیما دست خدا به دست تو میخوره. اصلا نگاه نکن مثلا داری به یک نیازمند به بی بضاعت، مثلا یک حالا لفظ فقیر، فقیر چون به همه اطلاق میشه، به اون میدی، داری به خدا میدی دیگه. من از کجا بفهمم این کار پنهانیه مثلا قشنگ تره و به قول خودمون ثواب داره؟ اون کار دادار دودور ثواب داره علنی کردنش. چجوری؟ من از خودم دارم میگم، از خودم دارم میگم، یعنی چیزی که بعد از این همه سالها تو عمرم تجربه کردم و دریافتش کردم، آنچه کمک میکند معارف الهی به دیگران برسد. آنچه کمک میکند معارف الهی به دیگران برسد، علنی باشد. آنچه که نفس تو را تشویق میکند در خفا باشد. مثلا یه جایی رو کردن روزه بودن شما کمک میکنه چند نفر متأثر بشوند، یاد بگیرن، اونها هم این عمل خوب رو انجام بدن. یعنی کسی که روزه داره اشکال نداره بگی من روزه؟ یه جایی اجازه داره، یه جایی نه. حتی روزه میدونی چه دلیل محبوب بودنش نزد خداوند چیه؟ به خاطر همینه که هیچ چیزی نداره برای بروز، یه لبه که هر از گاهی مثلا تر میکنه. آره، ولی نماز یه بالاخره نماد حرکتی داره، لذا برای همین میگن تا میتونید مثلا درخواب. که اینا رو هم در یک روایت مفصلی تو برنامه بربال برای مردم گفتم که خدا میفرماد همه اینا مال خودت، برای من کاری نکردی. کاری که خدا دوست داره، ها چقدر خوب شد اومدین به ذهنم، الحمدلله. خدا میفرماد میدونید من از چی خوشم میاد؟ موسی علی نبی و علیه و علیه السلام میگه خدا من نماز خوندم، روزه گرفتم، فقیر کمک کردم، فلان شد. خدا میفرماد همش مال خودته. نماز برای اینکه تو رو از هول محشر نجات بده، روزه سپر ولات، فقیر کمک کرد، اینا همه مال خودته. خب خدا چیکار کنم تو خوشحال بشی، ازش راضی باشی، دوست داشته باشی؟ حضرت حق فرمودن که آیا شده تا حالا به خاطر من با دوستم دوست باشی و با دشمنم دشمنی کنی؟ میگه فهمیدم که دوستی با دوست خدا و دشمنی با دشمن خدا از محبوب ترین اعمال نزد خداونده. خودمونیشو بگم که خیلی با عبارت عربیش هم آشناییم، سلم لمن سالمک و حرب لمن حاربک. اوکی؟ این رو اگر که تو قاموسش رو تو ذهنت بچینی، حالا ببین اونی که به کار نفست میاد، مثلا اگر قرار است صدقه بدی که دیگران یاد بگیرن، الله وکیلی به قول معروف، این صدقه بروزش اشکالی نداره. توی هیئتی کار فرهنگی داری میکنی، مثل ما الان میخوایم تشکر بکنیم از خانواده اورنگی. بله درست گفتم بچه ها؟ اگه اشتباه
کلیپ ببینید باشه. مثلا دوستانی که با مجموعه همراهی میکنن بیان این نشر یک فرهنگه که من تو برنامه هفتگی دخیل یک سال روش کار کردم به عنوان انفاق فرهنگی. طرف بیا تو مسیر فرهنگی پولش رو خرج بکنه. مثلا اداره شبکه است. چقدر باقیات سالات قوی داره. آفرین. مسجد، مدرسه حسینیه، یک مرکز توانبخشی مثلا، این کارهایی که یه نسلی رو میسازه. اینا بروزش خیلی خوبه. اما تو هزار رکعت نماز خوندی جار زدن نداره. گفت طرف داشت نماز میخون بعد دید یه خشخشی از ته مسجد میاد. بعد شروع کرده تعریف کردن و اینا، عجب نمازی این میخونه، اینم هی ولز زالینشو کشید و اینا. بعد دلش دیگه نیومد نماز، گفت زندن آقایو من روزه هم هست، هبا ان منصور و همه رو ریخ به هم. این نه، این به درد نمیخوره. اوکی بریم. آقا چه گل قشنگی داری، از شما یاد گرفتم بالاخره. گل طبیعیه. بله طبیعیه، مال همین ناز کش رفتم. بکنم بکنم تو میاد دیگه توی دنیا نه والا، مگه عاشقی بدون تو میشه معنا نه والا، مگه پیدا میشه به مهربونی تاقا نه والا، ای وعده خدا و موعود صبح صادق، راه نجات خلق و راه شناخت خالق، فصل الخطاب حق و گنجینه حقایق، عرش خدا واسه تو ریس بندونه، آسمون از شادی ستاره بارونه، هر کی با من همراه اینو بخونه، کسی که یاری مثل تو داره بیاره بیاره بیاره، کسی که یاری مثل تو داره. یه سر زلف تو تموم عالم نداره، یه سر زلف تو تموم آماده ای علی. میاد روزی که خدا وعده داد به آدم ایشالله، فقیر و غنی دیگه فرق نداره با هم، برای همه عدالت میشه مجسم ایشالله، ناجی کشتی نو راه تو بهترین راه، ای نور طور موسی روشن ترین سحرگاه، رمز عروج عیسی ذکر بقیت الله، مهر تو حالم گیره مثل بارونه، گردش چشمای تو روزی رسونه، هر کی با من همراهه اینو بخونه، بی تو هوای زمون سرده واقع آرزوها. درد پر درد آقا بیا، که روز و شبم تاره آقا، ببین فلک روی سرم آواره، دست بالا هل هل، بیا ابا صالح یا مهدی، یا ابا صالح یا مهدی، یا ابا صالح یا مهدی، یا ابا صالح یا مهدی، بیا ابا صالح یا مهدی. سلام مجدد و عرض تبریک و تهنیت به مناسبت نیمه شعبان. خیلی مخلصیم از اینکه با ما هستین، کمال سپاس رو دارم. مهمان گرانقدری رو در کنار خودم توی استودیو داریم و عرض میکنم به محضر جناب آقای دکتر قویدل عزیز و دوست داشتنی که آقا سلام. سلام علیکم، وقت شما بخیر. متشکرم. متقابلا به شما قربان و همه بینندگان عزیز. آقای دکتر عرض ادب. خواهش می‌کنم. جناب دکتر قویدل دکترای هواشناسی دارن، یعنی چطور؟ کمک میکنن هوای قلب
هوای قلب داشته باشه. تعریف جدیدی بود. اینم تعریف جدید است. خوبتون برم. حالتون چطوره؟ متشکرم. خیلی خوشحال شما دیدم. فرق شما نه بعدم میگم. ما که فرق نداریم قربا. سلام عرض می‌کنم. خانی سلام علیکم به شما بینندگان. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. السلام علیک به جوام السلام یا حجت الله اشهد ان کلامکم نور و امرکم رشد. خستگان عشق را ایام درمان خواهد آمد. خیلی شعر قشنگی است. من تو مجموعه این مخصوص این شب است و مخصوص منتظران حضرت است. الحمدلله. خستگان عشق را ایام درمان خواهد آمد. غم مخور آخر طبیب دردمندان خواهد آمد. آنقدر از کردگار خیش امیدوارم که شفا بخش دل امیدواران خواهد آمد. 1190 سال الله اکبر از تولد مبارک تنها گل هستی وجود حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین له الفدا می گذرد. خوشحال هستم که در جمع شما خدمتگزاران به ساحت مقدس حضرتش در شبکه جهانی بیت العباس این توفیق برای من رفیق شده است که چند دقیقه پیرامون آن بزرگوار حرفی زده باشیم به این نیت که اسامی ما هم جزء به اصطلاح حرف زدگان راجع به حضرت ثبت بشود. الهی ام در خدمت شما عزیزان. در خدمت اهل بیت باشید مستدام و ممنون شما. ان شاء الله روزیتون میشتن. اما آقای دکتر من یه عذرخواهی میکنم، یه تلفنی رو حتما باید بزنم و میخوام به این بهانه تایم بیشتری رو شما کنار ما باشید. خواهش میکنم. اجازه دارم این کارو بکنم؟ حتما خواهش میکنم. یکی از به نوعی محبوبین در فضای رسانه است و خیلی زحمت میکشند با مجموعه بیت العباس علیه السلام هم همراهی میفرمایند، سرکار خانم کوثر که خب ساکن آمریکا هستن خودشون و خانوادهشون. سلام علیکم سرکار خانم کوثر. سلام، خوب هستی؟ حال شما خوبه؟ من موسوی هستم، سید حسن عین موسوی به اتفاق سید حامد حسینی و جناب آقای دکتر قویده. الان روی آنتن زنده ایم طبعا و خواستم که یه عرض ارادتی محضر شما عاشق اهل بیت و خاصه امام زمان بکنم و آنتن برای شماست. لحظاتی میتونی شما دستتون. خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای موسوی، خدمت مهمان گرامیتون، خدمت آقای حسینی و همه اون دستندرکاران. من خیلی ممنونم که به قول معروف این توفیق رو به حقیر دادین. انجام وظیفه کردین. خواهش میکنم، شما بزرگواری. سلامت. و خیلی خوشبختم که میتونم صحبتمو با شما در میون بذارم و تشکرم و از شما مجری توانمند و توانقدر و همچنین آیه حسینی عزیز که تازه تشریف آوردن در این شبکه. انشاءالله که این به قول معروف آمدن، اولا که خوش آمدن، در این آمدن استمرار پیدا کنه و برای اهل بیت کار کنن و انشاءالله در خدمت اهل بیت باشن سالیان سال. به دعای شما خوبان و انشاءالله خواهش میکنم تلاش های خودش این نتیجه خواهد داد انشاءالله. انشاءالله الحمدلله. اول اینکه آقای مصطفی قربان تو مرم سلامت این خواهش میکنم خدا حفظتون کنه. این امشب الحمدلله خدا توفیق داده برای فرزند پسر ما الحمدلله. ایشون خدا یه توفیق بهشون دادن، خواهش اورنگیه. بله. شما فکر کنم اشتباه شد گفتین اورنگی، ولی اورنگیه. اورنگی درسته؟ نه اورندی. اورنگ آها اورندی. بله. خدا بگم اینایی که به من اسم گفتن چیکارشون کنه، هدایتشون کنه. خوبه. ولی تو اون نواری که پایین شبکه گذاشتن الحمدلله درست شده.
خواهش من. خانم حسینو بذار به حساب این که دیگه منم بالاخره جز بزرگان شدم با این محاسن سپید، کهولت سن دیگه خلاصه درد سرارو داره دیگه. نه خواهش میکنم، شما که الحمدلله عزیز بودین و عزیز هستین. آقای موسوی، واقعیتش من قبل از که حالا تشکر کنم، من اینو خدمتتون عرض کنم، این برای همیاران شبکه که واقعیتش این فرزند من در حالا نه که بخوام بخاطر که مادرشم میگم، ولی از طفولیت لطف خدا امام زمان حضرت ده ها وجد بمون، ایشون همیشه همشون میل داشتن که هرچی پول در میارن، هرچی که بالاخره خدا براشون این رسونه، اینو در راه اهل بیت خرج کنن. الحمدلله اولین دفعه ای که این پسر من مثلا وقتی که حقوق گرفته بود به من میگفت مادر من از شما به من برای من دعا کنید تا من بتونم پولم رو در راه امام زمان حضرت زهرا و علی ابن مختار رضا خرج کنم. بحبه. و واقعا با اون بقول مقدار یعنی کیفیت مهمه دیگه، ماشاءالله ما جلو شما خجالت میکشیم. نفرمایید کمیت نه، با اون مقدار خدا میدونه آقای موسوی که من به اینا دارم میگم به خاطر برای کسانی که دارن کمک میکنن برای شبکه و یه تشکری هم باشه برایشون از طرف من باز اونها که واقعا اینقدر خدا برکت داده، اینقدر این مالش به بغلوروف ایمان فرزندانش برکت داده که تو آمریکا داره زندگی میکنه، اینقدر برکت داده که بقول معروف از شعف دل همجور داره بقول معروف خرج میکنه خدا تا یکی میشه میگه پای گرفتاری میشه میگه من زود برای امام زمانم نذر میکنم و اینو ادا میکنه و واقعا خوشبختم از این که خدا این راه رو برای فرزندای من قرار داده. انشالله که بتونیم در خدمت امام زمان باشیم. حالا یک چیز بگم، اگر الهی من قربون همه تون برم سلامه مادری میگم خدا سلامه برم بسید اینو بگم هیچ کس دل نازمه از یک ریال که برای کیفیت مهمه که هم میادم یک ریال در راه امام زمان بده، اونا به قول معروف ماشاءالله شما ها من جلو شما درس پس میدم، اونا همه زیر ملت ما نیستن، همه هزار برابرش میکنن. پس اگر یه تاجری قراره که مثلا میگم از مال بده، واقعا امام زمانی بده. اگه یه به قول معروف هرچی کارخانه داری میخوان مال بدن، امام زمانی بدن، عزت بدن، میدونی این خیلی مهمه. ما چه خیلی تو دلنگمون تجربه کسب کردیم و واقعا جلوه راه هممون بوده و لطف خدا امام زمان حضرت زهرا وجد تو اون قربت چجوری خدا حامی بچه ها بوده و همین جوری هم الحمدلله رب العالمین حمایت میکنه نه تنها بچه ها همه و این یکی دو این که خواستم از همه تونی کایی مخصوصا از جناب دکتر تشکر کنم. افتخاری بود برای ماها که اون شب در خدمت ایشون هستیم، به نام ایشون خورد و ما سعادت پیدا کرد، خدا سعادتی به ما داد که در خدمت ایشون باشیم. من یه سوال بکنم ولی پاسخش رو با توجه به تایم برنامه مختصر بهم بدید، چقدر ضرورت بودن امثال این رسانه ها رو برای امثال شما که در یک کشوری هستید که حالا توی این قضایا کمتر بهتون میرسه؟ بله راستش خیلی مهمه، خیلی قطع شد. خب ارتباطمون باهاشون قطع شد. بسیار خوب سرکار خانم کوثر، ارتباطتون باهاتون قطع شد. اگر از تلویزیون دارید صدای ما رو میشنوید و ادامه میدید سپاسگزارم و واقعا هم همینطوره، کسی که توی مسیر اهل بیت خرج میکنه قطعا بهرهای چند برابری میبره و انشالله که خود شما خانوادتون و همسر گرانقدرتون در حالا کشور غربت به تعبیری دارید به سر میبرید
سلامت و تندرست باشید و الهی که از بلا به دور باشید. خیلی ممنون و متشکرم هم از شما هم از تمام کسانی که با این فرهنگ اهل بیت آشنا هستند، که یک اصطلاح ریال رو خرج مسیر اهل بیت کردن هزاران هزار برابر برگشت داره، و خدمتون آرزم که نترسید. حرف سرکار خانم کوثر رو تکرار میکنم، برای اهل بیت به شأنشون باید هزینه کرد. مثلا من اومدم محضر شما دو تا سوال میخواستم بپرسم از خانم کوثر که حالا فرصت نشد. بله. اولی سوال بود، دومی تشکر بود. سوالم این بود که ایشون که خب به هر حال در کشوری که مثل کشور ما تشیعی زندگی میکنن، چه چیزی دیدن که دارن این کار انجام میدن؟ دوم به نوبه خودم ازشون تشکر کنم که حالا فرصت نشد. ما از محضر آقای دکتر عذرخواهی میکنیم و این بهانه شد که ما از اون ور به ازای هر یک دقیقه معطلی که شما الان صبوری فرمودین، دو دقیقه به تایم اضافه کنیم. چطور استاد؟ در خدمت ما رو بخشیدین. استغفرالله. اجازه بدین من میخوام از دلتون درارم. استغفرالله. من استاد از دل در آوردنم. به به. یک گل زیبا دارم. ممنون شما. اینو من به عشق امام عصر علیه السلام میزنم به اینجاتون. متشکرم. ایشالله اینجاتون بهشتی بشه. فقط اینجا بهشتی بشه. نه نه، همه جاتون ایشالله. اجازه بدین من ببوسم. متشکرم. منم اینم به خدمت شما میدم، تقدیم شما. دست شما درد. کامتون شیرین باشه. باش شما هم ناراحت نشید. بفرمایید. من نمیدونم. بفرمایید. خدمت شما هست. چه عروسانه هم هست، سفید و براش. منم آقا اجازه بدید با ادب چش. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. خواهش. یه دو خط شعر خوندید اول کار. بله. که روح امید رو داره انتشار میده. همینطوره. همینطوره. فکر می‌کنم امشب هم شب امیده. تنها امیدم است. تنها امیدم است. یعنی دیگه الان همه بریدن واقعا آقای دکتر. قطعا شما با آگاهی بیشتری نسبت به این موضوع هستید و میدانید. بالاخره سفرهای داخلی خارجی، همه جوامع الان انتظار یک نفر رو میکشن بیان کار رو عوض بکنه. بله. چرا تنها امید؟ بله، سوال بسیار خوبی کردید. اولا اگر یک نگاه اجمالی به وضعیت جهان فعلی بیاندازیم، به خوبی واقف میشویم که جهان آبستن یک حوادثه. پیچ تلویزیون رو باز کنید، پیچ رادیو رو باز کنید، اخبار رو نگاه کنید، همه جای دنیا، همه جای دنیا عدم امنیت، اصلا امنیتی وجود نداره. بله، افزایش جنگ ها روزی چند صد نفر، نه چند هزار نفر قربانی، چند صد هزار PTSD مجروحان جنگی از یک طرف، افزایش بیماری های روحی و روانی از طرف دیگه. بله، افزایش جرم و جنایت در جهان رو عرض می کنن. افزایش آمار خودکشی در سراسر جهان، ترکشش هم یه مقدار به ماها خورده. بله. افزایش آمار طلاق در دنیا، نه فقط کشور خودمون، در دنیا. افزایش استفاده از مواد افیونی و مواد مخدر از طرف دیگه، و مهمتر از همه اینها اعتیاد نوین یا وابستگی بیش از حد به فضای مجازی، بشر هزاره سوم رو تبدیل به یک بشر دپرست کرده. آقای کلمن در 1900 و اگه اشتباه نکنم 90 خورده بحث این عصر رو گذاشت دپرست ایجد، یعنی عصر افسرده. چرا؟ چون امید نداره. عرض میکنم خدمتون. بله. ببینید، همه اینها این واقعیت رو به ما میگه که بشر هزاره سوم، 9 میلیارد جمعیت بشر، علی رغم پیشرفت‌های بسیار زیاد، اوج افلاک و قعر اقیانوس‌ها رو فتح کرده، ولی با کمال تأسف، با کمال تأسف دچار یک سرماخوردگی بسیار شدید روانی یا افسردگی شده است.
که ریشه همه اینها برمیگرده به چی؟ به ناامیدی. خیلی جالبه براتون بگم، غربی ها در دهه 90 میلادی اومدن دو تا گروه رو انتخاب کردن، گفتن شنا بلدید؟ بله. ساعتی 100 پوند بهتون میدیم، میبرمتون در دریا یه جای هاتون میکنید، شنا کنید به تعداد ساعت، به شما پول میدیم. یه عده رو بردن یه جایی تو دریا رهاشون کردن که چی؟ که فقط هیچ چی بجز آب نمیدن، شنا کردن سر یک ساعت و بیست دقیقه حدودا چند دقیقه میخواستن غرق بشن، نجات غریق نجات داد. یه گروه دیگه بردن یه جایی راهشون کردن که از روز سوسوی ساحل رو میدیدن، چند ساعت شنا کرده باشون خوبه. آقای موسوی عزیز، آقای حسینی عزیز، آقای موسوی، ما بین دوتا سادات گیر کردیم، انشالله که اون دنیا هم با سادات محشور بشه انشالله. بله شعارمون اینه که هزار بدونید در این گروه دوم که سوسوی ساحل رو میدیدن 10 ساعت و چند دقیقه شنا کردن تا خودشون رسوندن. اومدن این دوتا رو مقایسه کردن، چی شد سر یک ساعت بریدی؟ گفتیم شماش آبه غرق میشیم. چی شد 10 ساعت و چند دقیقه؟ گفت ما گفتیم بالاخره میرسن. اومدن این تئوری امید رو در بهبود کیفیت زندگی و درمان بیماری های روحی و روانی برای من شما چکار کردن؟ پیاده کردن. یعنی چی؟ یعنی جهان بشر هزاره سوم irrespective of the sex, race and language، چون من به من گفتن مخاطبین غربی هم دارن، جهت اطلاع مخاطبین غربی حدوداً 12 تا مقاله از این عبد ضعیف از بین 47 مقاله‌ای که به زبان انگلیسی منتشر شده راجع به تنها امید و تنها سیویر یا منجی عالم بشریت چاپ شده و روی تمام سایت‌های غربی و شرقی قرار گرفته جهت اطلاع شما. بنابراین نگاه کنید، من میگم تنها امید چیه؟ تنها امید جانب بشریت یک منجی الهی. چرا؟ چون همه ما 9 میلیارد عمدتا میگن ما حرف اول داریم، ما حرف اول گفتن داریم. خب کوش کجاست؟ بزرگترین و قویترین منابع تصمیم گیری به اصلاح خرد جمعی سازمان ملل و و و و هست. چه کار کردن؟ تونستن جلو جنگ ها رو بگیرن؟ تونستن جلو فحشا رو بگیرن؟ ببینید ما اما آسایشمون حدوداً 100 هست، ولی آرامش صفر صفر. توجه دارین؟ بنابراین نگاه کنید بررسی وضعیت موجود به ما این واقعیت رو میگه، جهان و قوانین دنیویش نتوانسته است امنیت خاطر رو به این بشر چکار بکنه؟ من خیلی جالب براتونم در ادبیات مذهبی، چون وقت کمه من فقط اشاره میکنم، همین رو امام صادق علیه السلام پیشبینی کرده. راوی میگرفتن بشه امام صادق، دیدم حضرت داره یک کتاب میخونه، میزنن آی بر مردم آخر زمان. عرض کردم یا ابن رسول الله برای چی نگرانی؟ فرمودند لا ینجو منها الا من دعا دعا القریب. مردم عصر غیبت مطالعه میکردم، کسی جان سالم نمیبرد مگر اینکه دعا کند مانند کسی که در حال غرق شدن است. عرض کردم یا ابن رسول الله این دعا چیه؟ حضرت فرمودند یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. بنابراین روانشناسی جهان معاصر رو در یک جمله آقای امام صادق از یک طرف فرمودند و در آخرین فرازهای دعای افتتاح هم همینو میگن، اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا. بله یعنی پیغمبر نیست، امام ما در غیبت، همه بر علیه ما هستند. خیلی حرفا ها. بنابراین به این دلیل من در این مقالات هم همین رو نوشتم و این رو میخوام القا بکنم که برای درمان اکثر بیماری های روانی بهترین کار ایجاد و ترویج فرهنگ امید در جامعه هست. بله. تخصصتون چی هست؟ من روانشناسی خوندم، روانشناسی بود. البته تازه کارم شروع کردم، 37 سال بیشتر نیست. ماشاءالله. تو تو نکته بگم شاید برای بینندگان جذاب باشه. نکته اول این که آقای دکتر
قلوب نمی کنم خانم آقایانا، یعنی در شبکه بیت العباس علیه السلام من چیزی رو بالا پایین نمیگم. آقای دکتر مراجعین ساعت 3 تا 6 رو کنسل کردن. بله درست عرض میکنم. کاملا. نکته دوم، رانندهی که ایشون رو از پایتخت به سمت شهر کریمه اهل بیت آوردن، وقتی رسیدن اومدن کرایه رو از روابط عمومی محترم جناب شیخ جابر دریافت کنن، انقدر خوششون اومده بود از ایشون، میگفتن من کرایه نمیخوام، من این 2 ساعت رو خندیدم، لذت بردم، مشاوره گرفتم. و واقعا خانم آقایان، این که یک نفر ظاهر ماجراش که در مقابل قاب قرار میگیره یا پشت میزش تو مطبش قرار میگیره، ظاهرش و ویترینش رو شما میبینی، با پشتش یکی باشه، اصلاً به قول معروف ظاهر و باطن یکی باشه، اینا خیلی کم گیر میان آقا سید. مثل خودت سلامت، مثل خود ناقلات خیلی مشکل، مثل آقای دکتر قشنگم با اون ناقلای پس من دیگه زدیم. نه نه، مثل خود شیرین اصلا. آقا یه دونه پویش داریم به مجریا، میتونید امتیاز بدید. من یه چیز بگم، امشب شب احیاه آقای دکتر. این آقا میتونه به جایی که برای امام زمان داره احیا کنه، حالش خوب شه، اعمالش مرتب شه. ان شاء الله، برو برو، بلکه 4 تا امتیاز خوب بیاد دیگه. ان شاء الله، در خدمتتون هستم. تفرقه نمیخواد بین مجریا، میگن رأی بدین کی خوب تره. نه خوب و چیز ضعیف و متوسط و خوب. بله بسیار، بریم سراغ نکته بعد. ببینید، من اعتقادم اینه که اگر سوال این باشد که امید آیا اسلام حرفی برای گفتن دارد یا ندارد، من با ایمان به 101% به قول غربی ها، نه 100%، یعنی قطعی به طور قطع و یقین، اسلام و تشیع، یعنی فرقه تشیع که ما افتخار میکنیم چی هستیم، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمؤمنین، بهترین و زیباترین امید رو به جهان معرفی کرده. چرا؟ قرآن نگاه کنید، راجع به قرآن که هیچ کس اختلافی نداره. دشمنان ما یهودیای ادیب عربن، اگر میتونستن تا این قلتی میزدن میزدن میآوردن مثلش. خداوند سبحان این امید رو به ما اعلام کرده. خیلی جالبه، یه آیه‌ای هست در قرآن که هم در سوره توبه آیه 33 و هم در سوره فتح و هم سوره صف، اگر یه ذره توجه کنید میبینید که این وعده خدا جنسش و نوعش و تکلمش و ابلاغش و اعلامش یک القاء باور مثبت به امیده. چی میفرمایند؟ خداوند میفرماید هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، اوست اون خدایی که با ارسال رسول به اصطلاح دین هدایت و دین حق، برای چی؟ لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون، که این دین اسلام چیکار کنه؟ غلبه پیدا کند بر سراسر دنیا. آیا شده؟ نشد. الحمدلله رب العالمین، جامعه داره به سمت این بلوغ میرود. در بعضی از کشورهای غربی پارسال سیر به اصطلاح گسترش اسلام و تشیع در غرب و شرق رو به افزایشه. یعنی به عبارت خیلی ساده تر، خداوند لا یخلف المیعاد، وعدش وعده سرخرمن نیست. آیا تو من با این قسمت اجازه میدید موافقت نکنم؟ بله میتونید، شما حق دارید. میخواستم من رو مجاب بفرمایید. حتما. به نظرم یه مقدار پس رفته ها تو این قضیه. ابدا مطالعات میدانی، غربی ها نگرانند، اسلام ستیزی ها، اسلام ستیزی ها اصلا میگه ما اسلام اهل عامه رو کاری نداریم. نه نه نه، نگاه کنید، ببینید، من اعتقادم اینه که ببینید، جامعه باید به بلوغ روانی و اجتماعی برسد تا آخرین نور ظهور پیدا کند. یه مثال خیلی کاربردی ساده‌تر، شما میری خونتون، میبینی کوچه خونه شما لامپش سوخته، یه لامپ عوض میکنید. روز بعد شربت که میبینی باز تاریکه، نگاه میکنه لامپ رو شکستن،
یه حتما اشتباه شد، یه لامپ دیگه میزنی، شب بعد میگن اه بازم این لامپ شکسته است، یه لامپ دیگه. شب پنجم چی میگی؟ میگی نه اینا ظرفیت ندارن که نور داشته باشه. بله؟ اینا بزن در تاریکی چی بشن؟ زمانی که اینا به بلوغ رسیدن، ببین 124 هزار پیغمبر، بله؟ 12 امام معصوم اومدن، مگر ظرفیت داشت؟ نه. این ظرفیت باید برسد به عبارت ساده‌تر، جهان باید به بلوغ اجتماعی و روانی برای پذیرش یک نور برسه. من خیلی جالب براتون عرض کنم که ببینید، این یه حدیثی رو همه شنیدید که وعد الله الذی، خیلی جالبه، حضرت امام سجاد علیه السلام فرمود و یملع الله به هیچی قسطن و عدلن بچی؟ نه نه نه، امام سجاد چیزی که میفرمه یملع الله بهی قسطن و عدلن و نورا. خیلی حرفه ها، یعنی جهان ظلمت گرفته، حالا فرض بگیم فلان حاکم اومد و عدلم احساس کرد، بله دادم شد، ولی نور، ما ظلمت های مختلفی در جامعه داریم، این ظلمت ها توسط نور الهی، خب وعده خدا ببخشید وعده سر خرمن نیست، بله توجه، بنابراین این امید اینه. حالا شما نگاه کنین، و من یبتغی غیر اسلام دینم فلان یک بله اسلام، این دوتا. سه خیلی جالب، باز هم ما داریم در متون بسیار مختلف آیت قرآن، حدودا 160 آیه قرآن فقط راجع به این امیده. حالا بماند چند ده هزار حدیث، بیش از 90 هزار حدیث، بعضی احادیث از زبان خود پیغمبر، بعضی احادیث از زبان خود حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، یه مجموعه جالبی رو چاپ کردن، حتما ببینید، توجه دارید نه. بنابراین این امید بشریت، تنها امیدی که میتوان به اون امید حرکت بکنیم و زندگی بکنیم، این امید رو جهان تشیع و اسلام معرفی کرده است که ما امشب رو به نام شب نیمه شعبان که سال روز میلاد با سعادت تنها گل هستی وجود دور هم جمع شدیم جشن میگیریم. بنابراین درمان و یا رمدی و یا تریتمنت آرژند چی؟ این روحی امید القا بشه که آقا ما صاحب داریم، آقا ما هنوز به صلاح پروژه، هنوز سناریوی خلقت به اتمام نرسیده، سناریوی خلقت. به این پیغمبر حرف جالب میزه، این پیغمبر گفته ها فرمودند لولم یبقى من الدنیا الا یوم واحد، اگر از روز دنیا یه روز بیشتر باقی نمونده شه، خداوند سبحان لتول الله عز و جل اونقدر این طول رو میکنه تا این وعده تحقق پیدا کنه. ببینید قرآن داره حرف میزنه و ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، یعنی حرفی است که پیغمبر میزنه، امام دهم نگفت گفتن، نه از دهان مبارک خود پیغمبره. این امید جهان بشریته که 1190 سال تمام از تولد اون بزرگوار میگذرد. همه چیزش هم مشخصه، همه شما میدونین پدر بزرگوار چیه. من چیزی به شما بگم، شما دیدین کسی بره یه اسکناس 70 تومانی چاپ کنه؟ نه. بله چرا؟ خیلی غیر معقوله دیگه. چرا؟ لو میره زود. نه اصلا چون 70 تومانی وجود نداره، میگم دیگه، ولی اسکناس 50 تومانی میشه. میشه ببینیم وجود مهدی نماها وجود تی امید نماها که اونم مظهر نامیدی امید نیست. بله همون مهدی نما ببخشید، چون میدونید آخه اون خودش ببخشید، اینا خود چیزه. ما بیش از 25000 مکتب عرفانی و دنیوی داریم که همه اینا از این بابت سود بردن. این مکاتب تقلبی، این مهدی نماهای تقلبی نشون دهنده این چیه؟ یه مهدی اصلی وجود دارد که اینها کپیشو میزنن. درسته نه؟
5000 تومانی. من نظرم اینه. حالا باشه برای بحث بله. فاصله بگیری. حتما در خدمت هستم. تنفس و رفت و برگشت داشته باشیم. با ما همراه باشید. برمیگردیم پیرامون تنها امید با جناب آقای دکتر علیرضا قوی دل صحبت خواهیم کرد. جمال غیب و شهود است این که می آید، عزیز مثل وجود است این که می آید، تمام رحمت و جود است این که می آید، می آید. تمام عالم ایجاد می شود حرمش، حرم گذاشته است دور دیده بر قدمش، مسیح زنده کند باز جان ز فیض دمش، به روی دوش علم دار کربلا علم است. اومدن تو آقا خدا می دونه دور نیست، هیچ روزی توی عالم نصف روز سهور نیست. هل عجب یا مهدی، حرم حرم شود از آسمان رخسارت، شوند اهل حرم محبوبات دیدارت، سبس شبیه رسول خداست رفتارت یا مهدی. بیا که قلب جهان بیقرار توست، بیا بیا که قسط و عدالت شعار توست، بیا بیا که تیغ خدا ذوالفقار توست، بیا بیا که فاطمه چشم انتظار توست، بیا. اومدن تو با راه غمو میبنده، روزیه که دوباره مادرمون توی تقویم‌های دنیا می‌بینیم یه روز ایشالله، توی تقویم‌های دنیا می‌بینیم یه روز ایشالله، زیر یک جمعه نوشته، زیر یک جمعه نوشته ظهور بقیت الله انشالله. چقدر جذاب این مطلب. خیلی خوش آمدین خانم آقایان، آمدیم به بخش دوم گفتگو با جناب آقای دکتر. آی دکتر عرض میکنم، خواهش میکنم، در مورد امید صحبت فرمودین، درد و گفتین، درمان رو هم بفرمین، راهکار بدین که مردم چه کنن به طور کاربردی که امید درشون زنده بشه. بله، من مجددا بسم الله الرحمن الرحیم رو عرض میکنم که مطلب ابتر نشود. اشاره کردم وضعیت موجود جهان وضعیت بحرانی است. قوانین بشری نتوانسته است انسان‌های هزاره سوم رو که در عصر AI Artificial Intelligence، عصر نیرولینک یا تراشه گذاری هستند، اقناع کند. جامعه داره به این سمت می رود که چیکار بکنه؟ امنیت رو افزایش بدهد و آرامش رو ایجاد کند. دیگه نتونسته فضای مجازی، پیشرفت سریع تکنولوژی نتونسته امنیت رو به جامعه بشری چیکار کنه؟ تزریق کنه. این بحث من و شما اینجا نیست، بحث جهانیست. حتی غربی ها متفکرینشون هم به این نتیجه رسیدن. سوال اینجاست باید چیکار کرد؟ اولین کاری که میکنید، یک گوش به حرف معصومین بکنید. بله؟
بالاخره کسی که این سناریو خلقت رو برای من و شما نوشته خودش هم گفته چیکار بکنید، پیش بینی کرده آقا یه عصر میاد که پیغمبر نیست، امام زمان هم نیست و تو میمانی با این همه آشوب، باید چیکار کنی؟ اولین چیزی که هست، من اعتقادم این است که بهترین کاری که میتونیم بکنیم و از ما خواستن انتظاره، اشتباه نشه، انتظار بدان معنا نیست که بشنید چرت بزنید و بگید آقا بیا، اولا قبول ندارم، حرکت نیاز داره، انسان منتظر پویاست، ایستا نیست، حرکت میکنه. به ما امام صادق علیه السلام میفرماید فتوقع امر صاحب که لیل که و نهارک، این شبان روز. الان فرض بگیر مدیر عامل، حالا من میگم فرمانده جنگ رفته، گفته من برمیگردم، من شما چرت نمیزنیم که هر آن تو جبهه هستیم، هوشیاریم و منتظر هستیم که این رهبر، این موعود. اصلا خیلی جالبه در ادبیات مسیحی، من نباید بس میگم بس طولانی میشه، لغت میسینیزم داریم یا اعتقاد به منجیگرایی. هر سال در بعضی از کشورهای جهان غرب گردهمایی‌های میلیونی برگزار میشود و منتظر موعود و مصلح دینشون هستن. من در بله امید به فرج از خیلی سالها مادر اسماعیل همینطور امید فرج پیدا کردن یه آب هفت بار بین دو خوبه میرن میان همین. این یعنی انتظار تلاشه خیلی قشنگه که میدونیم موقعی که کسی که این سناریوی خلقت رو برای من و شما مینویسد به ما میگوید یه زمان هست که پیغمبرت نیست، امام معصومت نیست، همه جهان، ببخشید این دنیا دنیای فعل ماست. بله استاد، یه سوال بپرسم همینجا حرفتون رو خواهش میکنم. ما این آشفتگی، این عدم انتظاره رو هم فعلا توی مذهبیون هم داریم میبینیم. بله مثلا این گرفتاری های مثل طلاق امثال اینها که ناشی از یک ناامیدی قطعا، بله اینها به جان خانواده های مذهبی هم افتاده. حالا یه وقتی حرف از اروپا و بیرونه و غرب و اون همه به قول معروف خارج از دین بودنه، الان آفتش اینجا هست، اینو چه جوری احیا کنم؟ شما بگم، من یه خاطره ای رو گفتم برای خیلی تو خیلی از دانشگاه برای شما عرض کنم. یه روحانی میخواست بره سخنرانی کنه، من توجه دارین آقای حسینی بعد میخواست بره سخنرانی بکنه، رفت سوار هواپیما شد، گفت بیرم برم راجع به چی صحبت کنم. فکر میکرد صدای خلبان از بلندگوی هواپیما بلند شد که ما در آستانه یک هوای طوفانی هستیم، لطفاً کمربندها رو همچنان بسته نگاه دارید. دقایقی بعد هواپیما به شدت تکون خورد، هر کس دعا میکرد، گریه میکرد و و و و میگفت من نگاه کردم دیدم فقط یه دختر بچه نشسته با آرامش نقاشی میکشه و میخنده. برام خیلی سوال بود، این همه تلاطم، این همه تلاطم، تو راحت نشستی؟ دقایقی بعد هواپیما سکون کرد، سکون یعنی آرامش هست، شد رسید به مقصد، همه پیاده شدن ولی من پیاده نشدم. من رفتم کنار اون دختر خانم، گفتم دخترم تو کم مگه نبود تو هواپیما؟ گفت چرا بودم؟ گفت مگه نشنیدی تلاطم و و و و چرا هیچ دعایی نکردی؟ هیچ چیز نشد. لبخند زد، گفت آخه میدونی چیه، خلبان این هواپیما پدر منه و پدر من به من قول داده منو سالم به مقصد برسونه. اعتماد. ببین آقای موسوی، آقای حسینی، من بعض وقت به خودم میگم خط تو سرت. چرا؟ یک اتم ایمانی که به خلبانی که پدر من هست ندارم. چطور تو به ایمان به امام زمان نداری؟ ایمان به خدا نداری؟ من بارها شده گفتم عزیزم کاپیتان زندگی ما امام معصوم زمانه.
خداست. چک سفید خداست. و من یتوکل علی الله بقیش یه فهوه هست و یعنی ما اگه ایمان داشته باشه آقا من دارم میام بقیش رسومه العبد و یدبر و الله و یقدر. آقا چقدر پای این حرف هست این که کاپیتان زندگی همه ما امام حسن علیه السلامه. چقدر من تو زندگی میام به جز این من شرمنده امام زمانم درد شرمندگی از این آقا منو میکشه. ببخشید چرا؟ به خاطر اینکه چه کسی سفیدای دیگه چیه پیغمبر فرمودن؟ فرمودن انا و علیون ابا با حاضران غیر از اینه؟ حالا اون آدمایی که ایشون کاپیتانشه من فرق میکنم با سید. خب اینو میخوام بگم من یه آدم برای اون کاپیتان آدم ها فرق میکنم من خاکسترین بیشتر سیاهش آقا سید خاکستری با سفیده بیشتر. حالا میخوام به همین دوم نکته همین اشاره کنم. به همین نگاه کنید آقای موسوی آقای حسینی ما باید یک ایمان داشته باشیم فیت یا بیلیف به قول غربی ها اعتقاد داشته باشیم که آقا کاپیتان زندگی ما صاحب داریم ما آقا داریم. چرا موقعی میگن نمک طعامتون هم از ما بخوایم خیلی چیزی به شما بگم خیلی جالبه چرا بس اینجا رفت نمیدونم من قصد نشتم. راوی میگه آقا امام رضا اومدن مشهد توس از کجا؟ از مدینه. راوی میگه اون موقع مثل الان هواپیمایی و نمیدونم درشکی اصلا این نبود دیگه با کجاوه میابردن دو اینا. میگفت از اهواز که رد شدیم تو بیابون داشتیم میرفتیم با اصحاب و حضرت هم چیز یه من دیرم که زد به کجاوه نگهدار نگهدار چی شدی رسول الله مدینه اهواز نگه داشتیم حضرت پیاده شد دوان رفت میرسون این نقطه یا الله کجا رفته امام دیدیم رفتیم ما هم تغییر کردیم دیدیم یه تابوتی دارن میبرن حضرت تشریف نمودند تمام که شد حالا حضرت جمال یبن رسول الله این آقا رو میشناختیم گفت مگه میشه ما شیعان خودمون نشناسیم ببین خیلی حرفه ها خیلی حرفه ها آقا امیرالمومنین فهمیدن نه فقط خودتون رو میشناسین بلکه پدرتون رو میشناسین اجدادتون رو میشناسین ما یک اتم یک اتم ایمانی که به کاپیتان هواپیمای خودمون داریم اگر به خدا و امام معصوم داشته باشیم به خدا ما هیچ مشکل نخواهیم داشت. اون شیعه کی بود دفنش کرد؟ شیعه با محب. اینو خیلی جالبه راوی میگه یک فکر کنم امام جواد علیه السلام بود که به صاحب پادشاه زمانش رئیس جمهور رئیس جمهور که جذب کنم خلیفه وقت میخواست به اصطلاح چشم رو بگیره میگه من تو واسه دون که حضرت میاد مثل اون موقع الان نبود که دنبانه راحت بعد معمول بوده فکرم حالا من حضور ذهن ندارم بله احتمال همیش بعد میگه من واسه دون نگاه میخواد تو دلم ناراحت شدم که نکنه بلای سر امام معصوم بیاد حضرت در شد نگران نباش این واقعا بدون تا امام زمان ما اند معرفته اند محبته. خب راکار اول یک انتظار انتظار فانتظروا انی معکم من المنتظرین دو توقع فتوقع نه توقع امر صاحب که لیلک و نهارک دو خودسازی. چرا؟ چون ما داریم اصحاب امام زمان کسانی که به اصطلاح منتظر هستن منتظر بالقوه و فعلند بابا این دنیا فعل ماست یعنی باید خودمون رو بسازیم. یعنی چی؟ در زمان امام صادق علیه السلام حضرت نشست رو اصحاب می آمدن اینا ادعا می کردن که ما فرض بگی اصحاب شما هستن به یکی که خیلی به قول ما قیافه می گرفت تنورشان رو تنورشان گفت برد تو تنور گفت آها چی می فهمه؟ من برم تو تنور حضرت فهمدن برو تو تنور جدی میفرمایید جدی میفرمایید به قول ما ادبیات فارسی حالا دیگه من خراسانی رد شد یکی دیگه آمد گفت برو تو تن گفت چشم سمن به تو بینی و بین ما چقدر ببینید جامعه ای میتونه مصلح باشه که خودش تربیت از خودمون شروع میشه باید. تربیت خودمون از خودمون شروع میشه به ما نگاه نکن ما هیچی نشدیم تو چیزی بشه ما هیچی نمیشود صافتون میگم بنابراین چیه؟ دومین کاری که خیلی خودسازیه یعنی یه منتظر امام زمان نماز صبح شاد قضا بشه بله؟
یه منتظر نمازش رو باید بخونه الان دیگه. اصلا یه چیز من خیلی جالب براتون بگم، میگم که ما آخه ببخشید بنده لا بگذاریم برای یک خودسازی، آقا خودمون رو بسازیم. بله خودمون رو بسازیم که قوی باشیم. امام زمان علیه السلام به افراد شلوولی مثل من نیاز نداره. مثل اونی که من بخوام برم جبهه جنگ، خط مقدم جبهه برو توی فوتت کنم میری دیگه. برای انسانهای کارورز دیده قوی به اصطلاح با ایمان، برای اول خودمون رو بسازیم. گزینه بعدی دومین جامعه رو بسازیم. جامعه رو بسازیم یعنی چی؟ تلاش همگانی. یعنی اینی که به دیگران این القا رو بکنیم که بابا ما من صاحب داریم. یه صاحب مثالی من زدم بد نیست شما متوجه داشته باشید. میگه فرض که فردا حضرت حجت علیه السلام ظهور میکنه، یا الله رو منبر دارن حرف میزنن، بغل دست من یه آفریقایی نشسته، یه هندی، پاکستانی و و و این آفریقایی این نگاهی من میکنیم که شما همچین آقایی داشتی به ما چی نگفتی؟ خیلی نامردی ببخشید. خیلی نامردی ها که شما همچین آقای لارج به شرطی که مایی که بهمون چیز میگن به شناخته باشیم. خودم نه نگاه کنیم خیلی جای ما باید خودسازی داشته باشیم. بله ترجمه یعنی ما نمیتونیم بدون خودساختگی خودمون دیگران رو بسازیم. صد البته. و دومین کار نگاه که این خودسازی دیگران میدونی چیه؟ یعنی آماده سازی جهان برای پذیرش نور مطلق صلوات الله، برای پذیرش آخرین حجت الهی، برای پذیرش بچه پیغمبری که تو عمر 23 سالش هیچ چیزی به جز رحمت و رأفت نداشت. پیغمبر رو هزار بار بند خدا رو از تحریم اقتصادی خانواده کردن، شرش بیرون کردن، بعد از فتح مکه وارد شد همه گفتن الیوم یوم الجن انتقام، حضرت فرمودن نه امروز روز رحمته، الیوم یوم المرحمه، پیغمبر فرمودن الیوم یوم المرحمه، مرحمه هست. یعنی این بچه اون پیغمبره و این ایده ها رو اصلاح کنیم که امام زمان نمیاد گردن ما رو بزنه. این غلطه. اینا رو به اصطلاح جعلیاتی است که دشمنان ضد شیعه ساختن که امام زمان میاد یه جوی خون از کی؟ از دشمنانش همه جای دنیا. بنابراین جامعه سازی ترویج بدیم فرهنگ امید. آقا تو صاحب داری مشکل داریم، بله مشکل باید حل کرد، قصه خوردن مشکل. سه بهترین کاری که میتونید بکنید، سومین کار دعا برای ظهور. ببینید من برای مشکل شما دعا میکنم، شما برای من دعا نمیکنید؟ ها صد البته. من بارها شروع گفتم خدایا ببینید این حیف هم میاد برسو نگم، ما یه گلدن تایم داریم، یه حراج داریم. بله همین الان اس ام اس میاد فلان جا کفش 1000 تومانی میدن 100 تومن، من شما برمیام برم کفش بخرم بیام، یعنی حراجی. خداوند یه ایامی رو ایام گلدن تایم، گلدن مانت، ماه طلایی، ماه طلایی، فرصت طلایی قرار داریم. آقا امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند الفرصت تمر مر السحاب فاغتنم الفرص الخیر. این فرصت ها مثل ابر بهاری است. ماه شعبان و رجب و شعبان و رمضان این دو تا گلدن تایمه. بله میگیم خدایا همونطور که ما برای ظهور حضرت دعا میکنیم، هر کس برای حضرت به هر زبانی در هر کجای دنیا دعا میکنه به اجابت برسان، مسلما ما هم مشمول دعای خیر امام زمان خواهیم شد. مگه میشه آقا من تو مرسه ختم پدر شما بیام، بله شما تو مرسه من نمیام، برای من دعا نمیکنیم، خدا خیرت بده سر سلامتی. ما امام زمان داریم، ما موقع تو مرسه عاشورا 40 و و و میریم سر سلامتی میدیم. سومین کار دعا برای ظهور، دعا برای ظهور. ببخشید یکی از علما نقل میکرد 18 سال شاگرد و مرید حضرت آیت الله عظما خویی رضوان خدا بر او بود، میگفت در تمام دعاهای دست نماز روزانش دعای اللهم کل رو میخوند. حالا ما اول برای همه کس و همه چیز دعا میکنیم بجز دعای امام زمان. متاسفم این چه ویژگی داره. بم سوم کاری که میکنیم دعا کنیم برای ظهور. حضرت هم از ما خواستند فإن ذلک فرج، ببخشید گفته برای من دعا بکنید که در ظهور من فرجی است برای شما.
چهارمین کاری که میشه خیلی به نظر من خوب انجام داد و ترویج شاد کردن دیگرانه. ببینید یکی از چک های سفید پیغمبر، من سر مؤمنم فقط سر، فقط سر، و من سرنی فقط سر الله. علمای ما ای بمزو چشمون طرف، علمای ما در عصر غیبت سعی میکردن ادخال و سرور فی قلوب المؤمنین. از ما یه چپتر داریم، یه بخش داریم در اصول کافی، همینه ادخال سروره. و میدونیم توضیح بدین چی ادخال و سرور. ببخشید من به شما یه شکلات میدم، شما ناراحت میشید یا خوشحال؟ بوست میکنم. خدا آفرین. ولی به هر حال شما بوس میکنید، ولی خب دیگران خوشحال میشن، میگه خدا خیلی بعضی نتونن بوس کنن ولی خوشحال میشن. بهتون میگم غربی ها میگن، من میگم غربی ها ببخشید، میگن صورت هر انسان دکور شخصیتی است، یعنی ویترین هر انسان صورتش. بله شما نگاه کنین، ما در سیره پیغمبر، پیغمبر همیشه لبخند بر لبانشون داشتن. غربی ها میگن طولانی ترین لغت به زبان انگلیسی رو فراموش نکنید. چیه طولانی ترین لغت به زبان انگلیسی؟ بگید از دست آقای موسوی جایزه بگیرید. بله چیه طولانی ترین لغت؟ اسمایلز. بین دو تا اس یک مایل فاصله است. اسمایلز. ما مسلمون ها میگیم چی؟ من سر مؤمنن، من یه مؤمن خوشحال میگم. پیغمبر میگه چک زفیده، نمیدونم آقای فلانی نگفته که حرفش به گذار نمیارزه. پیغمبر معصوم ما که حرفی را نمیزند مگر اینکه بر او وحی شده باشه، میگه من سر مؤمنن فقط سرنی، و من سرنی فقط سر الله. یه پرانتز باز کنم، یه شخصیت آخر بوده، یه شخصیت زن در اسلام داریم که حداقل 19 سال گفتند و حد اکثر 29 سال. نه یخچال فریزرشو از دو قزآباد آورده بودن، از غرب آورده، نه برق داشته، نه آب داشته، نه گاز داشته، نه لوازم آرایشیشو از دو قزآباد چین آورده. این چی داشته که شوهرش که راستگوترین مرد دنیاست میگه هر موقع غمها به سمت من هجوم میآورد، به قیافه زهرا نگاه میکردم غمهای دنیا رو فراموش کردم. به خدا قسم اگر یک اتم از اخلاق فاطمی رو، از اخلاق زهرایی رو زنان شیعیان ما جامعه جاشتاشن، هیچ مردی هیچ غلطی نمی کند. همه میگن سر مؤمنه، همه میگن چین رفتی چینی حرف بزن، ژاپن رفتی ژاپنی حرف بزن. به هیچ کی راه مثلا الفبای چینی رو یاد نمیده. خوشگل من، قشنگ من، بهار من. الان که شما فرمودین که اگر یک، اگر خانم ها یک اتم از رفتار حضرت صدیقه طاهره مادر جان ما رو داشته باشن، دنیا بهار میشه، گلستان میشه. الان شما بیا این برای ما ABCD بذار، باش راه تربیت بده. با این بحثشو کردیم، چینیشو یاد بده. باشه چینیشو یاد بده. آی دکتر ولی حالا بذار من ازم تام بشه اینجا. آره اینجا نه، اینجا نه، خیلی کنید. یعنی من گفتم چه خوشحالی در ایام شعبان که شما خواهر بزرگوارم قلب شوهر تو، شما آقای خونه قلب خانم تو، شاد بکنی. نمیخواد بری تو جامعه، بس خود بیام نما به شکلات. من سر مو این چه که چهارمین کار که آخرین کار، پنجمین کار عملیاتی کردن آقای دکترا. حرف نزدن ده به تمام بچه ها دقل همین شکلات که بزار زیبا ولی کوچیکم دادن. داره منو؟ بله داره. توجه توجه، 30 دقیقه صحبت کردین، چکیدش الان اومد اینجا. فرمودن پیامبر چک سفید امضا داده که هر کس دل مؤمنی رو شاد کنه. شاد کردن یعنی بفرمایید، شاد کردن یعنی یه کار بکنید که او خوشحال بشود. یعنی اول قیافت رو شاداب قرار بده، ایام شادی علال بده، نه اینکه طوری باشه که انسان از خونه فرار کنه. حد اقلش به خاطر اینکه میدونید چیزای مصری از خونه شکل میگیره. یادتون میاد کرونا آمده بود تو خونه هم ماسک میزدی، اینجا که سالم شد آره ما میزنیم، ولی به هر حال ببین مصری خنده در عصر غیبت برای ترویج فرهنگ امید خودون آخ ما که شانس نداریم. اینقدر تلقین منفی نکن، تو صاحب داری، مشکل داری، کی مشکل نداره؟ 9 میلیارد جمعیت بشر، زن و شوهران هم میگیم،
زن شوهر رو سر فرصت میگم در بحث دل شاد من مرد من یه عادتی داشتم موقعی که بچه‌هام کوچیک بودن، خدا رحمت کنه پدرشون ان شاءالله، بعد ما موقعی میرفتیم ایام میگفتیم آقا آشپزخونه تعطیل حداقل که یا سیزه به درم مثلا، نه سیزه به در چی، ایام شادی اهل بیت آشپزخونه تعطیل بود. مثلا یه روز کم ببینید که از مشاغل سخت شوهر آزاری بخشیدن شوهر چیز خانداریه، ما نگفتیم شوهر آزاری لطفا چیز نکنید، بله ترجمه دارید یعنی چی؟ یعنی قلب یعنی بله یعنی قلب زن تو، قلب شوهر تو، قلب دختر تو، قلب پسر تو، قلب پدر و مادر تو خوشحال کن و این مصری میشه. و آخرین عرض من این است که اجازه بدید در عصر غیبت امام علیه السلام با رفتارهای خودمون طبق توصیه امام صادق کونو للا زینا ولا تکون علینا شیء، یعنی میگه این شیعه امیرالمومنینه، این شیعه امام زمانه، آیا هستین؟ من که شرمنده شم. یعنی یکی از راهایی که ترویج فرهنگ امید رو میکنه، ترویج فرهنگ انتظار رو میکنه، میگه آقا این شیعه است میخوام مثل این باشم، میگه نه اگر این شیعه است مثل نمیخوام. توجه دارید؟ امیدوارم خداوند همونطور که بر همه انبیا و اولیا، بر همه امم قبل بله منت گذاشت، پیغمبر فرستاد و برای ما پیغمبر فرستاد. عاجزانه عرض میکنم، متواضعانه عرض میکنم همراه با شما بینندگان عزیز شبکه جهانی بیت العباس، خدا را قسم بدیم به حضرت عباس صلوات الله و سلامه علیه، بله به تمام مقربان درگاهش قسم بدهیم که بار دیگر بر ما منت بگذارد و با مژده رفع موانع ظهور ولیش قلب جهانیان رو شاد بگرداند. خدای هر کس هر دعایی برای ظهور حضرت ولی است به هر زبانی در هر کجایی از این دنیا میخوان به اجابت برساند. خدایا اسامی همه ما را جزء دعا کنندگان برای ظهور ثبت بفرما و همه ما را مشمول دعاهای خیر امام زمان در این ماه قرار بده. خستگان عشق را ایام درمان خواهد آمد. غم مخور آخر طبیب درمندان خواهد آمد. آنقدر از کردگار خیشتن امیدوارم که شفا بخش دل امیدواران خواهد آمد. امیدواریم که سال بعد این جشن رو در حضور حضرتش برگزار کنیم. خیلی متشکرم از همه شما. ضمن تشکر عذرخواهی هم باز میکنم که باید وقت بیشتری رو تنظیم بکنیم، ولی چه کنیم، برنامه رو با بخش‌های مختلفش حلال می‌فرمایید. خواهش می‌کنم. مردم خوب، بریم یه بخش دیگه و از جناب آقای دکتر خداحافظی می‌کنیم و بدرقه‌شون خواهیم کرد. خواهش می‌کنم. یا مردی عاشق بر ولی از اجدادم، مهر اون نعمت مادر زادم، دنیا غم باشه تو دلم، اما باز نیمه شعبان شادم، خوشحالم حجت معبود اومده، خوشحالم مقصد و مقصود اومده، خوشحالم امام مهربون من مهدی موعود اومده، ای امام منتظر منجی کل بشر، تنها ترین یار من، لبیک یا ابن الحسن، 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 می درخش توی کل عالم، زیبایی کوکب اقبالم، با جشن نیمه شعبان بیمست، هر روز و هفته و ماه و سالم، خوشحالم ماه دلارا اومده،
خوشحالم آیت کبرا اومده، خوشحالم زیباتر از عزیز مصر یوسف زهرا اومده. ای بهار زندگی، ای شکوه بندگی، محرم اسرار من، لبیک یا ابن الحسن، لبیک یا ابن الحسن، لبیک یا ابن الحسن، لبیک یا ابن الحسن، لبیک یا ابن الحسن. ای نامت محبل الاحوال، انتظارت افضل الاعمال، وقتی که تو از سفر برگردی روی خوشبختی میبینه عالم. خوشحالم، خوشحالم جلوه مستور اومده، خوشحالم رایت منصور اومده، خوشحالم خورشید پشت ابرها نور و نلا نور اومده. از عالم دل میبری حجت ابن العسکری، ماه شب تار من، لبیک یا ابن الحسن، لبیک یا ابن الحسن، لبیک یا ابن الحسن، لبیک یا ابن الحسن، لبیک یا ابن الحسن. ای تسکین قلب بی سامونم، ای آرامش دل مجنونم، و به یمنهی روز قلورا، یعنی هستیم و به تو مدیونم، 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 چه این جهان چه اون جهان، مدیونم به لطف صاحب الزمان، مدیونم حتی نفس کشیدن و به این بابای مهربان. بر سرم داری منت، طاووس اهل جنت، دلبر و دلدار من، لبیک یا ابن الحسن، لبیک یا ابن الحسن، لبیک یا ابن الحسن، لبیک یا ابن الحسن، لبیک یا ابن الحسن. میای دنیا گلستون میشه، میای شکوفه بارون میشه، میای با ذوالفقار مولا، اون وقت که زهرا خندون میشه. میایی، میایی با هیبت پیامبری، میایی با جلوات حیدری، میایی تکیه به کعبه میزنی، نام حسین رو میبری. یا معز الاولیا، منتقم کربلا، مونس و غمخوار من، لبیک یا ابن الحسن، لبیک یا ابن الحسن، لبیک یا ابن الحسن، لبیک یا ابن الحسن. درود بر شما خانم ها آقایان، زیباترین لحظه ها، زیباترین گل ها تقدیم شما خانواده های محترم باد. عید شما مبارک بچه های قشنگم، دختر خانم ها، آقا پسر ها، حتما شما این ساعت خواب هستین و تکرار این برنامه رو میبینین. حتی گل نرگس هم در پویش مهدوی میتونین برای ما بکشین برای نقاشیش. مداد رنگی ها رو دیشب امو سید مهربون برای شما نشون داد که هر کسی برای ما نقاشی بکشه از اون مدادنگی که عمو سید مهربون نشون داده بهش جایزه میدیم. نرگس خانم ها هم جایزه میدیم، ملیکا خانم ها رو جایزه میدیم، مهدی ها رو جایزه میدیم. یعنی فقط کافیه با روابط عمومی ما ارتباط برقرار کنیم. نکته مهمتر،
اگر کسی با کسی قهره و میخواد آشتی کنه دنبال یه بزرگتر میگرده، ما نمیگیم بزرگترین، ولی میتونیم پل ارتباطی بین شما باشیم که با همدیگه آشتی کنید و حتما به ما زنگ بزنید و بگین خواستتون و ما با افتخار در خدمتتونیم. سوال امشب من یه بار دیگه تکرار بکنم بعد بریم سراغ مهمون عزیزم. خیلی کم حرف زدیم امشب، از بیانات استاد استفاده کرد. الحمدلله. خب بینندگان عزیز، سوال امشب رو یک بار دیگه براتون میخوانم. به فرموده امام علیه السلام، یکی از اموری که سبب گشایش در گرفتاری های ما در دوران غیبت میباشد چیست؟ گزینه اول، دعا کردن زیاد برای فرج. گزینه دوم، صدقه دادن. گزینه سوم، قرآن خواندن. گزینه چهارم، روزداری. پاسخ صحیح رو هم طبق معمول به شماره روابط عمومی 2098-990-164-76-86 ارسال بفرمایید. و اما میهمان گرانقدری که در محضرشون هستیم، سید عزیز و بزرگوار اسد مجید آقای کسراوی، مداح گرانقدر و سرباز امام زمان. آقا سلام. سلام علیکم. خیلی خوشحالم شما مبارک. اسعد الله ایامتون. ارادتمند. قربان شما. شما دوباره دیدم تو خیلی وقت بود. قربان شما. ارادتمند. خوشحالم. ما این گل‌ها رو تقدیم شما می‌کنیم. خودتون گل دید. البته یه دستهشو میدم. در نمیاد. تلاش نکن. اذیت نشین. آماده کردم. خوبه پس میدم. بعدم اینش کنیم. حرف سید هر کی گوش نکنه یا شب میمیره یا روز. گل خدا چه قشنگ بود. تجربه کن. سه تا موهای تنم سیخ شده. پس تو بعد از ظهر میمیری ساعت 3. اینو من میذارم توی گفتم امشب شب احیاس. مردم عزیز، برای شما میگم که کار عبادی انجام میدی. امشب یکی از بهترین اعمالش احیا، یعنی زنده. دعای کمیل هم من دیدم، زنده کردن قلب. درست آقا سید، همون در قالب احیا. شما دعا برای ظهور کنید. سید حامد قول میده به اعمالش فکر بکنه. الله الله. این کیکو میدونی کی امشب بانی شده؟ کی بانی شده؟ یه نفر از خارج. از خارجه، همون خانمی که الان باهاش صحبت کردی. دستشون درد نکنه. دستشون درد نکنه. سنگ تمام گذاشته. واقعا بسیار ممنون و متشکرم. میگه خودش اونجا، دلش اینجا و کیکش اینجا. سید سلام به بینندگان. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه بینندگان عزیز، خدمت دستاندرکاران برنامه. انشاءالله که در پناه حضرت عباس باشید، روز به روز بتونید خدمت کنید و انشاءالله که امسال بهترین عیدی رو شما عزیزان و مسئولینی که دارم در خدمت شما هستم میبینید، بهترین عیدی رو از دست امام زمان دریافت کنید. خدا خیلی تون. سلامت. چهار روزی قشنگی داری برای خودت؟ خیلی عاقلانه اگه بخوام بگم، عاقبت به خیری باید بگم. خیلی ناعاقلانه بخوای بگم؟ ناعاقلانه باید بگم دنیا بخوام دیگه. چه باوش جیبم پر پول کن، چه میدونم سلامتی به خودم، خانوادم. بد نیست جیبتم پر پول بشه. اینم خوبه. آره هر دوتاش گله، هر کنون بشه خوب. بسیار خدمت شما عارضم که تو فضای نوکری و خدمتگذاری نسبت به آستان اهل بیت، این عاقبت به خیری یعنی چی حالا؟ من که بیشتر منظورم اینه که منظورم اون دنیا بود، ولی به نظرم این که تا روز آخر بمونیم همین مصداق عاقبت به خیری میتونه باشه. همین زیر سایه اهل بیت باقی بمون، این خیلی لیاقت میخواد که ما دست کم گرفتیم، چون از روز اول یه نعمتی بوده که در دسترس ما بوده. بله. و برای ما کاملا عادی شدیم. ولی اگه تو مقیاس بزرگتری بخوام نگاهش بکنی، تو این چند میلیاردی که باهاشون زنده ایم و داریم تو این دور زندگی میکنیم، ببینیم خب یه لیاقتیه و یه فرصت خیلی استثنائیه که ما از بین این همه مردم امیرالمومنین رو میشناسیم، اهل بیت رو میشناسیم، کلامشون به ما رسیده
و دوستشون داریم. این خیلی ارزش. اگر همین حالت هم باقی بمونه همین هم عالی. بسیار. خانم آقایان من یه نکته رو اصلاح کنم که بانی امشب ویژه برنامه دخیل، یعنی آفیش دوستان، آفیش لوکیشن، عوامل و تا از کوچکترین تا بزرگترین، بانی امشب خانواده محترم اورندی از امریکا بودن. بله. چقدر خوبه این کار، چقدر فرمودیم گفتیم دیگه قرار شد نشر معارف کنیم، نشر معارف. و علیرضا جان قشنگم از شمال کشورمون از همینجا باید سلام عرض بکنیم. کیک و علیرضا جان از شما دستشون ایران درد برای ما. علی آقا انشالله در پناه هم امیر مؤمنان علی و هم رضا زامن آهو باشید و انشالله حاجت روا بشید. خیلی متشکرم که لغات رو یادآور میشین. آقا بریم محضر شما، خیلی هم تایم به پایان برنامه نداریم. قطعا از جا به بعد هم همه برای بچه های پشت صحنه بیتاب اینن که بعد از خواندن اشعار توسط جناب آقای کسروی عزیز برن به سمت سویی که شیرینه. من نمیگم کیک ها بیرون یه جایی که حال هواشون رو شیرین کنه دیگه. اوکی؟ فکر کنم بخواد بگید خیلی دلش تنگ شده که معارفشون بخونی بعد اینا رفت سراغی نه گفتم بعد از خواندن شما. من حواسم شما حق مطلب و عزیزم عزیزم. آقا این به عنوان میکروفون طلایی حالا در برنامه خدمت شما. خیلی لطف. سلامت بکن. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. دل رمیده حوالی آستانه اوست، تمام دل خوشیم جشن شادیانه اوست، ترانه لب من از غزل ترانه اوست، رواق من زر چشم من آشیانه اوست، اگرچه عرض هنر پیش یار بی ادبیست، زبان خموش ولیکن دهان پر از عربی است. ستاره های درخشان به جلوه آمده اند، شبیه ماه فروزان به جلوه آمده اند، به سان یوسف کنعان به جلوه آمده ان، اگر چه هست فروشان به جلوه آمده ان، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد، به دل پذیری نقش نگار ما نرسد. پیامبران اولوالعزم بی گمان جمعند، کنار اهل زمین اهل آسمان جمعن، به شوق آمدن صاحب الزمان جمعن، حضور خلوت انس است و دوستان جمعند، و این یکاد بخوانید و در فراز کنید، ما شران گره از زلف یار باز کنید، برای عرض ارادت
به ساحت نرگس رسیده حضرت مریم به خدمت نرگس عزیز عسکری و جانب حضرت نرگس نظر به چهره ماهش عبادت نرگس حسن جمال و حسن سیرت و حسن سکنات به شادی دل مهدی و مادر سلام اللهم صل على محمد و آل محمد وقار شأن سلیمان شرافت یعقوب نگاه رحمت نوح و تحمل ایوب ملاحت و نفس و حسن یوسف محجوب شمیم ناب مسیح از شما تا به جنوب تمام نور محمد به چهرش پیداست چکیده ای ز تمام پیامبران خدا شبیه پرچم در حال اهتزاز آمد امیر مطلق از خلق بی نیاز آمد علی و جعفر طیار و حمزه باز آمد قسم به تیغ دو دم فارس الحجاز آمد ز نسل احمد مختار و رونوشت علی سرشت مهدی کرار از سرشت علی جانم آقا جان سرشت مهدی کرار از سرشت علی نگاه مرحمتش خلق را کفاف کند به خوبیش همه خلق اعتراف کند زیر سایه الطافش اعتکاف کند میان عرش ملک دور او طواف کند همیشه از سر دل تنگیان محتاجش فرشته ها همه چشم انتظار معراجش بخونم و تمام کنم شب نیمه شبان گفتن از شبهای قدر و شب احیاست چه ذکری دایی بهتر از یا مهدی گفتن افضل الاعمال انتظار الفرج تو بهترین برنامه ها با بهترین از کار بهترین دعاها رو داشته باشیم قلم برای سرودن دوباره گرم وزوست سرودن از پسر فاطمه همیشه نکوست سر ارادت ما و آستان حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست
دمی که صحبت یار است صحبت از من نیست، سرور شیعه که تنها بریسه بستن نیست، خدا کند که بیابم نشان مهدی را، و ساره این شعر رو جمع کنم در همین یکی دو بند، خدا کند که بیابم نشان مهدی را، نشان دهم به همه دوستان مهدی را، به عالمی ندهم قرص نان مهدی را، دوباره زنده کنم گفتمان مهدی را، ز جور جعفر کذاب های من فریاد، که سالهای پیاپی ظهور عقب افتاد، یگان منجی عالم که حق زمیمه اوست، و شیعه تشنه یک نظرت رحیمه اوست، وجب وجب وطن ما هماره بیمه اوست، زمان منتظر دولت کریمه اوست، گره گشایی در مشکلات با مهدی سیادمون بمونه، گره گشایی در مشکلات با مهدی است، نوای شیعه مظلوم ذکر یا مهدی است. احسنتم طیب الله، خدا خیرتون ببخشید، ما دست بس می خواهش می کنم، لذت بردم واقعا و تصمیم دارم شعرها رو ازت بگیرم و انشاءالله که مستدام باشی. چون سید حامد میاد و بساط مسابقهش رو پهن میکنه، یک بندم سرود به ما بدید، لذت خواهیم برد. خبر اومد تو نیمه ما، منجی دنیا اومد از را، فصل غم و قصه سر اومد، که اومده بقیت الله، تموم عرش اعلی شده چراغون از قدوم مولا، میخونن ملائک با حال خوش ترانه های زیبا، که اومد به دنیا روشنی چشم علی و زهرا، برای ما تکیه‌گاه محکم اومده، برای دل شکست مرهم اومده، زیر قدمش گل بریزین که امشب، برای شیعه ها عشق مجسم اومده. حالا هر کی میشنوه یا مهدی یا مهدی یا مهدی ادرکنی، یا مهدی یا مهدی یا مهدی ادرکنی، احسنتم یا مهدی ادرکنی ولا تهلکنی. آقا نفستون حق، خیلی لذت بردم، خدا به عزت و توفیق شما بیارم، سلامت باشید. خب اجازه بدید بدرقه کنم جناب آقای آسید عزیزمون رو که ما رو مستفیض کرد با ابیات زیبا و اجرای دوست داشتنیش، و ایشالله سید حامد بیاد و با دوستانی که قرار است امشب مسابقه رو تقدیم بکنن تقدیم شما خوبان بکنه. یه فاصله کوتاه دیگه بگیریم، برگردیم.
شب شب تولدت شب کامل شدن ما دیگه مطمئن شدم من که بهار اومده افراد با شال سبزی که روی شونه دار تو خود خود بهار میای و تلاوت یاسو میاری گل نرگس رو توی دلا میکاری تو خود خود بهار هوای دلم بی تو مثل شبهای زمستونه اومدن چانشونه یه باریدن بارونه آخه کیه که منتظر آغاش نمیمونه بیا آشغال و منشذب نزار تو بیار قسمت میدم به مادرت خاتمه بده به انتظار یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان مدد یا صاحب الزمان امیدوارم که با ظهور مهدی انتظار به سر بیاد و عالم از این تاریکی و نجات پیدا بکنه. اللهم عجل ولیک الفرج. خدا رو شکر امشب هم تا این لحظه توانستیم خدمت شما باشیم. اگر که لحظاتی رو با ما همراهی بفرمایید اون فضای شاد مسابقه پیام خدمت شما بزنم تلفنی ما چون پیامکی اون بود که خواندیم مسابقه تلفنی ما با اجرای بسیار دوست داشتنی استاد حامد حسینی رو تقدیم شما خواهیم کرد. آقا خیلی ارادتمندیم. بیا تو دیگه منم فیگورم من سید اینا میدونی چه جالب چیه؟ شرکت کننده 30 ثانیه پیش پشت خط بوده الان هر چیز هم میداریم گوشی رو بر نمیداره خوابش گرفته بابا لحظه آدم ها میفتن یه نام اخل موت خواب برادر مرگی یه دقیقه سلام درست باشی تو خط بوده الان میگیریمش گوشی رو بر نمیده میخوای با من مسابقه رو اجرا اگه سوال همون پریشبی هست از من بپرس دوست نداره دیگه نمیخواد با حرف نمیدونم چرا نداریم بریم خداحافظی کنیم یا الله کنیم 4 تا شرکت کننده ثبت نام کردن 1 دقیقه پیش هیچ کدومشون گوشی رو جواب نمیدن دسیسه ای در کار است ذره بیده تو بگیم را بیفت به اعمالت هم فکر کن خیلی خوب خدا خیرتون بده فکر کنم دیگه تقدیر برای اینه که خداحافظی بشین تا قشنگ خداحافظی بکنیم آره عشق بفرم کیفی نبوریدی؟ میبوریم بعدا قرار نیست همیشه اعمال خشونت بارو جلو دوربین که نمیشه که آره خیلی ممنونم امشب رو عرض کردم شبهای نیمه شعبان در اعمالش زیارت سید الشهدا علیه السلام وارد شده و احیای اون شب اینکه بیدار بمانیم دعا بخوانیم یک وجه کاره ولی وجه معنویش اینه که این قلبمون رو احیا کنیم یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک التماس دعا دارم ازتون برای فرج آقا جانتون هر کاری میتونین انجام بدین متشکرم استاد عزیزم سید بزرگوار و عرض پایانی ما این همه جشن گرفتیم بچه‌ها بدو بدو قبل از اینکه برنامه شروع بشه این ریسه های گلبنگولی رو بردن به هر حال این ایام یه مقدار گل نرگس سخت گیر میاد اینقدر مغازه ها رو رفتن برای بچه‌ها تهیه کردن میدونید چی میخوام عرض کنم خدمتتون خانم ها آقایان راستشو بخواین ته این جشن تولده یه ذره درد داره چون این جشن ها برای من آقا نمی شود ما در حقیقت داریم
برای کسی جشن تولد میگیریم که خودش نیست. یعنی هر چقدر من سید حامد حسینی به عنوان میهمان، مجری میهمان بیام کنار استاد، بخوایم شور و شادی و شعف وفا کنیم، خوبه ها، انجامم میدم، ولی ته این جشن تولد صاحب تولد نیست. و میدونی کسی میتونه ببیندش که آدم حسابی داستان باشه، آدم حسابی این قصه باشه، آدم حسابی این زمین باشه. و خودم رو عرض میکنم فقط به قول آقا سید موسوی که ایشالله با همون کرمی که گفتن، یعنی امیدمون به کرمشونه، کرم نما و فرودا که خانه خانه. یا بقیت الله، ما برای بچه های دخیل هر آنچه که در توان داشتیم در طبق اخلاص گذاشتیم. به هر حال خود شما شاهدی که اینها از چندین ساعت قبل میان برای بچه های تصویر، صدا، اتاق رژی، تدارکات، خطات، همه همه با همه و همه بچه های تدوین، که این برنامه بتونه حداقل در منازل بینندگان نامی از شما ببرم برای ما. بس و خودت از ما به شایستگی بخر این کم ما رو. و همه ما این تلاش رو کردیم. خدایا آنچه گفتیم و نگفتیم خودت بهتر میدونی، در حق همه ما به هدف اجابت برسان. من با همین صلوات عرضم رو پایان میدم. خانم ها، بارها گفت پیامبر که علی جان من است، بارها گفت پیامبر که علی جان من است، هم به جان علی و جان محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. التماس دعا تا فردا شب حوالی ساعت 9. یا علی مدد.